یتوفل انفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى. میفرماید که در خواب و مرگ انسان وقتی میخوابد و وقتی میمیرد، حدیث داریم کما تنومون تموتون، همونطور که میمیرید همونجور که میخوابید همونطور میمیرید، کما تنومون تموتون، همونطور که میخوابید همونجور میمیرید. فرمودن اون کسی که میخوابه و روح از بدنش جدا میشه و اون کسی که میمیره و روح از بدنش جدا میشه، فرقش این است که در خواب روح از بدن جدا میشه لکن ارتباط قطع نمیشود، در مردن روح از بدن جدا میشه ارتباط 100% قطع میشود. البته همراه جنازه هست، همراه بدنش، همراه قبرش، سر قبرش. فرمودن بین طلوعین صبح جمعه به زیارت قبور برید، میت شما را میبینه، شما هم میت را میبینید. حدیث داریم فرمودن که وقتی انسان سر قبر امواتش میره، پدر مادر اون کسی که از دنیا رفته، حدیث داریم وقتی انسان سر، این روایاتی که من میگم آیات که در قرآن است، روایات در کتاب المعاد بحار است، جلد 6 و 7 و 8 بحار، 3 جلد بحار، خود 1300-400 صفحه است، روایات معادی که میگم همش اونجاست، از کتابای مختلف بزرگان قدما، علامه که خودش چیز نداره، کتابای قدیمی ها دستبندی کرده، هر روایت در باب خودش گذاشته، ولی از خودش که چیز نداره. که عرصمت بر این که فرمودن وقتی انسان سر قبر امواتش میره، دم قبرستان که وارد میشود، مثلا پدرش از دنیا رفته سر قبر باباش داره میره، تا دم قبرستان وارد میشه، این میت به همسایه‌ها شروع میکنه بگه این پسر منه داره میاد، این بچه منه داره میاد، هی مباهات میکنه، هی افتخار میکنه. وقتی هم میاد سر قبرش میشینه، هی به میگه متامخو نمیشنوه، هی میگه بابا یه خورده بشین، من حوصله‌م رفته بود، تنهایم، اونس بگی باش، نمیدونم دقت کرده اید یا نه، یه مقدار نایی که میگم اگر گوش کنی از حالا به بعد که میری ببین، میت آدم ها نگر میداره، هرچی آدم میخواد پاشه بره نمیذاره، میگه بابا یه خودت دیگه بشین، آدم ها نگر میداره نمیذاره آدم پاشه بره. من اینا قشنگ سر قبل بابام که میرم حس میکنم نگرم میداره، یعنی صداشا نمیشنوم، ها صدا ازش نشنیدم تا حالا، ولی محسوسه که نگرم میداره، میخوام برم، مثل که میگه نگرم، میگم بابا یه خودت دیگه بشین، نگر میدارن آدم ها، اونس میگیرن با آدم. اون وقت فرمودن که روح که از بدن میاد بیرون، الله یتوفل، توفی یعنی گرفتن، وفا، استیفا، خدا روح انسان را در خواب و در مرگ میگیره، منتها هر کسی مرگ برش نوشته نشده بر میگرد به بدن، آدم بیدار میشه، هر کسی مرگ برش نگه داشته شده است، اینا نگهش میداره و میمیره و دیگه به این روح به این بدن بر نمیگردد. چه بعضا کسانی که عذابت بر این که خوابیدن صبح پا نشدن، این روح که رفت دیگه بر نمیگرد به بدن. البته بحث رجعت یه بحث آخر دیگری است، این سخن بگذار تا وقت دیگر، این حساب دیگه ایه. حدیث داریم، حالا میرسم بهش انشاءالله میگم، حدیث داریم انسان مؤمن دم جان دادن یه ملک میاد کنالش، همون ملکی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموتی که موکل است جون انسان را بگیره، این کیست؟ این جناب عزرائیل سلام الله علیه است. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. دو مطلب اینجا گوش کن من عرض کنم خدمت شما. مطلب اول این است که اجل وقتی برسد یک لحظه تقدیم و تأخیر نداره، یک لحظه، تا اون وقتی که مقدر شده از آخرین لقمه غذا، آخرین جرعه آب را بنوشیم، تو این دنیا هستیم، وقتی تموم شد محال است، محال ممتنع است شبی که قراره تو قبر بخوابیم تو بستر بخوابیم و شبی که قرار است تو بستر بخوابیم تو قبر بخوابیم، محال ممتنع است. فرمودن ملک الموت، ملک الموت یه حدیثی است در باب خلقت آدم در بحار، اینا برای اهل علم آدرس میدم که میخوان مراجعه کنن، حدیث اونجاست. موقعی که خدای منان اراده فرمود آدم را خلق کنه، به جناب جبرئیل ملک مقرب امر فرمود برو یه مقدار خاک از زمین بگیر بکن گل آدم ها چاخ کنیم خلقش کنیم. آدم چند متر بوده که میدونه؟
طول آدم 17 متر بوده و عرضش هم خب لابد 10 متر عریض و طویل. رفتید هابیل سر قبر هابیل در سوریه؟ این تا سینش بیشتر نیست، اینی که هست، اینی که هست تا سینشه سر قبر هابیل. کی رفته سوریه؟ هابیل و قابیل اون کو. اصلا دارن که آدم 17 متر طول، حدیث اصلا از خودم نمیگم، آن روایات هست اینا که میگم. جبرئیل اومد زمینا بکنه، خاکا جدا کنه برای خلقش، زمین به سخن آمد. چجوری؟ همون جوری که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض ام من شیء الا یسبح بحمده. گفت جبرئیل تو را به عزت خدا قسم میدم انسان از انسه، من از نوع خودم جدا نکن. جبرئیل قسمو که شنید برگشت، فرمود جبرئیل نکردی؟ گفت خدایا منو به تو قسم داد و عزتت جرأت نکردم. خطاب شد میکائیل تو برو. اونم همینجوری برگشت، اسرافیل تو برو. اونم همینجوری برگشت، من نمیخوام فنیم مبرم معطل کنم، میخوام مطلب بگم ردشم. نوبت به ملک مقرب حق جناب عزرائیل رسید سلام الله علیه، فرمود تو برو. عزرائیل اومد خاک از زمین جدا کنه، گل آدم ها چاخ کنن بسازنش، زمین همون قسم ها، اون قطعه زمین همون قسم ها داد. عزرائیل گفت میگم ها قسم به خدا بی خودی نده، اون کسی که تو منو به اون قسم میدی که نکن خودش منو فرستاده است. زد و جدا کرد. وقتی زد و جدا کرد خطاب شد عزرائیل تو قاطعیت در اجرای عمل قاطعیت خوبی به خرج دادی، تو را مأمور جان کندن کردم. اسرافیل مأمور دمیدن روح است در بدن من و شما در رحم مادر، عزرائیل سلام الله علیه مأمور گرفتن است و در ضمن اسرافیل مأمور دمیدن در سور است. شیپور 18 آیه ما در قرآن داریم راجع به نفخ سور اول و دوم. بعضی از آیات هر دو را میگه، بعضی از آیات اولیا میگه، بعضی از آیات دومیا میگه. نفخ سور، نفخ یعنی چه و سور و شیپور یعنی چه و کیفیت چجوری است و شیپور چجوری است و دمیدنش چجوری است و زمانش کی است و بین اولی و دومی کیه، اینا یه حرف هایست در قرآن. سب کن اگه بشستم میگم برات، این خیلی در قرآن مطالب اینجوری زیاد هست. اسرافیل مأمور دمیدن در شیپور است و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. استثناء داره من شاء الله کیان، یه منبر مقدمه میخواد تا اینا برات بگم. این سخن بگذار تو بریم به کجا میرسیم. اسرائیل مأمور جان گرفتن شد، گفت خدایا شغل خوبی دست ما ندادی، مایه گریه و جیغ و ویله و عذاب و حزن و ناراحتی. گفت تو کار خودتا بکن، عقل این بشر دست منه، نمیذارم کسی بگید عزرائیل. میگم که سکته کرد و مرد، سرطان گرفت و مرد، تصادف کرد و مرد، ایست قلبی و مرد، سکته مغزی و مرد. هیچ نمیگه بابا اینا چیه میگی، عزرائیل اومد مرد تمام. سر لحظه که میاد قصه خلاص است. لا یستأخرون ولا یستقدمون. این ملک الموت موکل است، سر لحظه ای هم تقدیم و تأخیر نداره. حدیث داریم یه روزی یک جوانی در معاد بحاره، حدیث داریم یه روزی یک جوانی وحشت مضطرب رنگ پریده دوید محضر سلیمان پیغمبر، گفت یا نبی الله به دادم برس. گفت چی شده؟ گفت همه الان جناب ملک مقرب عزرائیل سلام الله علیه را دیدم، شناختمش، یک نگاه تیزی بهم کرد، از اون نگاه تیز اینجوری ترس و وحشت منو گرفته، به دادم برس. گفت چیکارش کنم؟ گفت به باد دستور بده منو ببره هند. گفت وقت حل میشه مشکلت؟ گفت حالا تو بکن این کارا. به باد فرمود اینو برش هند. کجا بود خودش؟ بیت المقدس قدس فلسطین. ساعت 10 صبح عزرائیل اومد سراغ سلیمان. سلیمان گفت، پیغمبر گفت عزرائیل آخه این بندگان خدا را اینجوری نترسون، این جوان خیلی ترسیده بود اومد اینجا، منم به باد گفتم ببرش هند، چرا اینجوری نگاه میکنه به این بندگان خدا؟ ترس گرفته بودش بنده خدا را. گفت آقای ملا نبی، یا نبی یلا، من امروز صبح نگاه کردم تو این لوح، دیدم این افرادی که اینجا نوشته از بالا تا پایین را من صبح تا شب باید جونش را بگیرم. نگاه کردم دم این جوون را باید ساعت 10 صبح تو هند جونش را بگیرم. از فلسطین تا هندم قدیم با اولاغ و اوتو قاطره اوتو اولاغ و اوتو یابو باید 6 ماه میرفتم. من دم ساعت 10 این تو فلسطینه،
صبح ساعت 7 تو فلسطینه، ساعت 10 تو هند. تعجب، نگاه من نگاه تعجب بود که این چطوری میشه اونجا من جونش رو بگیرم. هم زمان معین است هم مکان، چون انسان جای دفن میشود که خاکش مال خلقت برداشتن. حدیث داریم گفت ساعت 10 رفتم هندم داره تو خیابون هند قل میخوره، جونش رو گرفتم. جدی قصه، سر ساعت سر ثانیه، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. زمان کی؟ ساعت 10. مکان کجا؟ همونجا. آخرین لقمه را بخور، آخرین جرعه آب را بنوش، میخوام جون تا بگیرم خلاص. و سلام علیکم و رحمت الله. خدای منان اون وقت یه آیه میگد الله یتوفل انفس حین موتها، خدا جون را میگیره. یه آیه میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. ملاکب کدومه؟ حلش به این است، خدای منان مدیر و خالق و رازق و مدیر و مدبر عالم وجود است، به ید این ملکوت و کل شی، ملکوت آسمان و زمین در اختیار اوست. ماموراش ملائکه، خود خدای که جون نمیگیره، ملائکه میان. الا خاتم الانبیاء، الا امام حسین سلام الله علیه، که حدیث داریم گرفتن جان سید الشهدا فقط و فقط به دست خود خدای منان شد. یعنی عزرائیل سلام الله علیه ملکیست، مأمور تحت فرمان حجت الله، او بر روح حجت الله سلطه ندارد که بخواد روح از بدن بیاره بیرون، البته برای همه حاضر می شود. حدیث معتبر، خاتم الانبیا محتضر در بستر، یکی در را زد. فاطمه زهرا اومد پشتر فرمود کیست کوبنده در؟ دید یه مردیست مجسم پشت در، اجازه ورود خواست، فرمود پدرم مریض است، اجازه ورود نمیدم. بار دوم بار سوم پیغمبر شین فرمود دخترم کیست؟ گفت آقا جون یک مردیست پشت در اجازه ورود میخواد، من بهش اجازه نمیدم. فرمود دخترم این جناب عزرائیل است، هیچ کجا اجازه برا ورود نمیگیرد جز خانه تو دخترم، بهش اجازه بده وارد بشه، این باید بیاد، من باید با ایشون با هم بریم. ای خدا لعنت کنه اونایی که خانه ای را که جبرائیل در حدیث کسا اومد پایین بدون اجازه وارد نشد و عزرائیل بدون اجازه وارد نشد، خدا لعنت کنه اونایی که وارد شدن بدون اجازه. و چجورم وارد شدن، و چجورم وارد شدن. بخوانید کتابای اهل سنت را، ببینید خودشون هم نوشتن که کیا وارد شدن و چجور وارد شدن. خوشبختانه کتابای خودشون پره، لطف خداست که خودشونم نتونستن حاشا کنن. اینم از امتیازات شیعه است که نتونستن خودشون حاشا کنن.